سلام سلام، سعید عیسی‌زاده هستم و خیلی 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 خوش اومدی به کانال من. امروز قراره که 20 تا شغل به انگلیسی بهت آموزش بدم، ولی شغلای معمولی نیستن اینا، 20 تا شغل برتر جهان تو سال 2021. همراه من باش، بریم از شغل شماره 20 شروع کنیم. شغل شماره 20، Actuary. شاید نشینده باشید این شغل رو. به زبان فارسی بخوایم برش گردونیم میشه آمارگیر. چی کار میکنه؟ کسی که آمار اطلاعات رو میگیره، آنالیز میکنه، ریسک مالی رو در میاره، بعد حالا پیشنهادهای مختلف میده که آقا اینو این کارو کنیم ریسکش کمتره. در واقع آمارگیر، آمار رو میگیره و ارائه میده. کارش اینه و یه شغل خیلی پردرآمدی هم هست نسبتاً. 111000 دلار سالانه حقوقش تو آمریکا. این شغل شماره 20 بود. من خودم این شغل رو خوشم میاد، یعنی که فقط آمار و اطلاعات رو بگیری و میزان ریسک رو حساب کنی، خوبه دیگه. 111000 تا هم گیرت میاد. بریم سراغ شغل شماره 19، Nurse Anesthetist. خب یعنی چی؟ اگه به فارسی سخت بخوام بگم میشه متخصص هوشبری. نگاه کن، متخصص هوشبری چی کار میکنه؟ از داروها و حالا روشهای مختلف استفاده میکنه که اون بیمار زیر عمل جراحی، زیر تیغ جراحی درد کمتری بکشه. کلن شغلایی که مربوط به نظام پزشکی هستن و مدیکال هستن پول خوبی دارن. حالا درست درس زیادی هم میخونن، پولشون هم خوبه دیگه. این شغل 183000 تا سالانه میگیره تو آمریکا، به طور میانگین البته، و بچهای تجربی میتونن بهش فکر کنن دیگه. شغل خیلی خوبیه و خیلی هم موقعیت شغلی داره. Nurse Anesthetist. بریم سراغ شغل شماره 18. شغل شماره 18، Oral and Maxillofacial Surgeon. ببین، به فارسی بخوایم بگیم میشه دندون پزشکی که جراحی های فک و لب و اینها رو انجام میده. نگاه کنید، یه شغل خیلی تخصصیه، یعنی دندون پزشک ها باید 4 سال تخصص اضافه بخونن که به این مرحله برسن و میتونه سرطان های مربوط به دهان و اینها رو هم درمان کنن اونایی که این تخصص رو دارن، و درآمد خیلی بالایی هم دارن، 208000 دلار سالانه. دمشون هم گرم دیگه، خیلی کارشون سخته. شغل شماره 17، Management Analyst. میشه اگه بخوایم فارسیشو بگیم آنالیزگر مدیریتی، یعنی کسی که اطلاعات دریافت میکنه و سعی میکنه یه تصمیمایی بگیره، آنالیز میکنه، سعی میکنه یه پیشنهاداتی بده که بازده کمپانی رو ببره بالا، هزینه ها رو بیاره پایین، و کلن کارش اینه دیگه، آنالیزوره. یه جورایی اطلاعات دریافت میکنه، آنالیز ها رو دریافت میکنه، مطالعه میکنه، تغییرات رو پیشنهاد میکنه. شغل جالبیه دیگه. ببین، شغلش به اندازه شغلای مدیکال حقوق نداره، خب 87000 سالانه داره، ولی از اونجایی که این شغل قرار گرفته تو رده 17 هم، به خاطر موضوعات دیگه‌ایه که داره. یا کنین این شغلا به خاطر درآمدشون نیست که رتبه بندی شدن، از همه لحاظ در نظر گرفتن موقعیت شغلی که وجود داره، چه تعداد نیازمنده، جامعه نیاز داره که این آدما کار کنن توش، و چقدر استرس شغلی داره. به خاطر همین حالا من درآمدشون رو میگم، ولی این رتبه بندی بر اساس درآمد نیستش. شغل شماره 16 اینه، Respiratory Therapist. خلاصش اگه بخوام بکنم، دکتر مشکلات تنفسی، یعنی کسی که آسم و بیماری های تنفسی رو درمان میکنه. 62000 تا هم سالانه در میارن. این شغل هم یه مارکت خیلی بزرگی داره که خیلی از مردم نیازمندن بهش. Respiratory Therapist. و اما شماره 15، Operations Research Analyst. ببین این شغل، من خودم عاشق اینم که یکی همچین آدمی رو استخدام کنم. این شغل حلال مشکلات بیزنس هاست. یعنی چی؟ یعنی میگرده مشکلات رو پیدا میکنه، تکنیک ها و روش هایی که دو دانشگاه درسش خونده رو میاده پیاده سازی میکنه تا اون مشکل حلش کنه که اون بیزنس و اینها کمتر ضرر کنه، بازدهیش بره بالا، کمتر ضرر کنه تو اون مشکلات. پس میشه آنالیزگر پروژه ها، تقریبا اینجوری بگم دیگه. 68000 تا هم سالانه.
شغل شماره 14 Market Research Analyst. این در واقع همون مدیر فروش میشه دیگه. میگرده ببینه آقا مشتری‌ها بابت چی پول میدن، چی نیاز دارن، چی ما بسازیم اینا پول میدن، و اینجوری فروش هم میره بالا دیگه. قاعدتا نیاز مشتری‌ها رو میسنجه. Market Research Analyst آنالیز در واقع مارکت رو میکنه، اون بازار رو میکنه. 65,000 تا هم سالانه در میارن. شغل بعدی IT Manager مدیر IT، مدیر فناوری اطلاعات، مدیر تکنولوژی. از اونجایی که ادارات همه دارن با کامپیوتر کار میکنن دیگه، یه شخصی لازمه که اون مشکلاتی که پیش میاد رو حل کنه. این مشکلات رو خیلی هم بهش نیازه، یعنی تقریبا تمام کمپانی ها به این جایگاه شغلی نیاز دارن. حقوقش هم خیلی بالاست، 151,000 تا، خدا بده برکت. شغل شماره 12 میشه Registered Nurse. ببین این همون پرستاره خودمونه. خب جلوتر میگم انواع مختلف پرستارا هستن که بعضا حالا تخصصی تر کار میکنن و حقوقشون هم بالاتره، فرصت شغلیشون هم متفاوته، ولی این Registered Nurse همون پرستارای خودمونن که روند درمان بیمار رو ثبت میکنن و به اون مسیر هدایتش میکنن. اگر دارویی هم پزشک نوشته باشه، تشخیص داده باشه، اینا تزریق میکنن. 75,000 تا هم سالانه در میارن. شغل شماره 11 Physician. به نظرتون Physician کیا هستن؟ پزشکای عمومی هستن، همونایی که شما سرما میخوریم میری پیششون. اینا تو رتبه 11 هم قرار گرفتن و حدود 208,000 تا هم سالانه در میارن. گفتم دیگه پول تو پزشکیه، بچه های تجربی، پول تو پزشکیه، خدا بده برکت. شغل شماره 10 Speech Language Pathologist. این هم برمیگرده به همون دوباره نظام پزشکی و اینها، کسی که بچه ها یا حالا بزرگ های مشکل تکلم دارن رو درمان میکنه. Speech Language Pathologist. این هم جز اون حالا شغل هایی که تو نظام پزشکی هست دیگه، و حدود 80,000 تا هم سالانه در میارن. شغل بعدی، منتظر این شغل بودم، خب یعنی جز بهترین شغل هست دیگه، تقریبا تو رده 9 قرار گرفته. Lawyer. وکیل. وکالت کلا شغل خفنیه دیگه، تو کل دنیا وکالت شغل خفنیه. 126,000 تا هم به طور میانگین درآمدشون سالانه. شغل شماره 8 استاتستیشن. ببین همون آمار هست، یه رشته دانشگاهی هم داره دیگه، آمار، متخصص آمار، کسی که اطلاعات رو دریافت میکنه تبدیلش میکنه به یه اطلاعات ساده تر که قابل فهم تره و میده به متخصصا برای تصمیم گیری. این شغل تو رده 8 قرار گرفته و حدودا هم به طور میانگین 92,000 دلار سالانه درآمدش هستش. Financial Manager، مدیر مالی، رتبه 7 گرفته تو این لیستی که ما داریم. Financial Manager چی کار میکنه؟ همه حسابداران رو هماهنگ میکنه و تمام صورتهای مالی شرکت ها مسئولش ایشون هست. Financial Manager هستش. شغل نسبتاً سنگینیه و درآمد بالایی هم داره، 134,000 دلار در سال. خیلی خفنه دیگه، خودم اینو دوست دارم، با پول کار کنی باحاله. و اما شغل شماره 6 Data Scientist، میشه متخصص علم اطلاعات. ببین مثل همون آمارگیر هستش، یعنی دیتا ها رو دریافت میکنه، تحلیل میکنه و میده به اون دوستانی که تو بالا نشستن برای تصمیم گیری. خب نیاز به یک علم کامپیوتر قوی، به علم منطق قوی و ریاضیات قوی داره دیگه. دیتا ساینتست رتبه 6 رو گرفته، 98,000 تا هم به طور میانگین سالانه در میارن. شغل شماره 5 Software Developer. ببین میشه توسعه دهنده های نرم افزار. ما خیلی باید کلا ممنون این دوستان باشیم، کسایی که نرم افزارهای اندروید و حالا iOS و نرم افزارهای کامپیوتری رو توسعه میدن و درستشون میکنن. Software Developer. خب نسبتا شغل خفنیه و این روزا هم خیلی تقاضا براش هست، همه میخوان نرم افزار خودشون رو داشته باشن و این دوستان هم 110,000 تا سالانه درآمدشونه. شغل شماره 4 Medical and Health Services Manager. Medical and Health Services Manager چی کار میکنه؟ هماهنگ کننده مراکز پزشکی، یعنی اون رئیس ساختمان پزشکان،
تمام پزشکا رو هماهنگ میکنه، به اون بیزنس جهت میده و در واقع یه همکاری بین پزشکا درست میکنه. خب تخصص خیلی زیادی میخواد قاعدتا، یک آدم بسیار متخصص که علم مدیریت هم باید بلد باشه دیگه، و رتبه چهارم رو به خودش اختصاص داده. درآمدشون هم حدود 104,000 تا سالانه هست. بریم شماره 3 رو بررسی کنیم. داریم کم کم میرسیم به تقریبا بهترین شغل دنیا، Physician Assistant، میشه کمک دکتر. خب حالا چرا اینا رتبه 3 و دکترا رتبه های پایین تری بودن؟ تو این آماری که من از وبسایت گرفتم همه چیز لحاظ شده، یعنی ریسک کاری لحاظ شده، موقعیت شغلی لحاظ شده، درآمد یکی از المان ها هستش. Physician Assistant کمک دکتران، اونایی که حالا آزمایش می نویسن، آزمایش ها رو می بینن، بعضن حالا دارو تجویز می کنن و تو کادر پزشکی هستن، به دکترها کمک می کنن. درآمدشون هم 115,000 تا سالانه هستش. بریم سراغ شماره 2، شغل شماره 2، Nurse Practitioner. ببین این پرستار معمولی نیستش، پرستاریه که در حد دکتر می تونه کار انجام بده، یه پرستار فوق تخصصه، یعنی میتونه دارو تجویز کنه، میتونه تشخیص بیماری بده بعضن. حالا من تخصصم نیستش که دقیقا بدونم چی کار میکنه، فقط دارم لغتش رو آموزش میدم، Nurse Practitioner. خودم نمیدونستم مثلا همچین شغلی وجود داره، ولی گویا خیلی شغل خفنیه و پرستارایی هن که سالها تحصیل میکنن، درآمدشون هم نسبتا بالاه چون کارهای خیلی خیلی تخصصی انجام میدن. 111,000 تا سالانه درآمدشون هستش. بریم شغل شماره 1 رو بررسی کنیم، بهترین شغل دنیا. از هر نظر اینو بررسی کردن این رتبه 1 رو گرفته، Information Security Analyst، آنالیزگر امنیت اطلاعات، مسئول امنیت اطلاعات، کسی که در مقابل حملات سایبری حالا ترفندهایی رو به کار میبره که حمله سایبری انجام نشه، یا اگه شد خسارت کمتری بزنه، امنیت در واقع دیتاها رو به عهده داره، امنیت اطلاعات رو به عهده داره. این یکی از بهترین شغلاست که درآمد خیلی بالایی هم داره و خیلی هم کار سختی و مسئولیت سنگینی داره. مثلا فکر کن امنیت اطلاعات سایت‌های هسته‌ای رو بدن به تو، هر روز داره به همه‌شون سایبر اتاک میشه، در واقع حمله سایبری میشه، خب سخت دیگه قاعدتاً. درآمدشون هم 103,000 تا سالانه هستش. من این اطلاعات رو از سایت US News گرفتم، سایتش رو میذارم پایین اگه دوست داشتید برید، همه شغل‌ها اونجا هستش، اطلاعات دیگه هم هستش که اگه دوست داشتید میتونید درباره شغل‌ها بگیرید. امیدوارم که این ویدیو واسهتون جالب بوده باشه، واسهتون مفید بوده باشه، و اینکه حتماً کانال من رو سابسکرایب کنید، حتماً این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم ارسال کنید. هر نظر سازنده‌ای هم داشتید تو کامنت ها بنویسید که من حتما میخونم و پاسخگو هستم. این لغات رو خواستم یاد بدم چون اکثرا شغل‌های معمول رو بلدیم، خواستم بهترین شغل‌های دنیا رو خدمتتون آموزش بدم. خیلی مخلصیم فعلا.